استاد محمد ایوب یعقوبی در کنار ما هستند. استاد میخواین در رابطه با فرهنگ سازی صحبت کنند که چقدر میتونه تاثیر داشته باشه بالای نسل حال ما و نسل آینده ما، چقدر میتونه این فرهنگ سازی که ما قرار هست در آینده ها در حال داشته باشیم تاثیرات داشته باشه. استاد دانشگاه را دعوت کردیم که در رابطه به همین موضوع صحبت داشته باشند. استاد خیلی خوش آمدین، صبحتان بخیر. به نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، بنده هم نخست عرض سلام احترام دارم خدمت شما همکاران بخش تخنیک، بیننده های عزیز و ارجمندی که از این روزنه زیبا دارنده صدا و سیمای ما هستند. صبح زیبایتان را بخیر میگم، آرزو من هستم که امروز صبح سرد و برفی تان را به خوبی آغاز کرده باشیم. بسیار تشکر استاد. بیاین چون موضوع امروز ما در رابطه با غذای مورد علاقه هستی که در زمستان به خصوص کدام غذا را بیشتر دوستای ما نوش جان میکنن، غذای مورد علاقه شما چی است؟ واقعا ما هم از جمله همون اشخاصی هستیم که هم بیکبر هستیم، همه چیز را دوست داریم. غذا را بیشتر اوقات دوست داشتنین غذا کسی است که غذایی است که از طرف ما میگیم هر چیز دوست آید نیکوست، برمیگرده به طرف کسانی که ایره بر انسان مهیا میسازن و به نسبتی که چقدر صمیمیت و دوستی با انسان میداشته باشن. اما معقوله ای که ما میگیم نان و پیاز باشه اما پیشانی باز باشه، هر غذایی باشه نان و پیاز نمیخورم جز پلاو چلاو. واقعا همین شکل شده. خب استاد در رابطه با موضوع برنامه ما صحبت کنین، این که ما تعاریف مختلفی داریم از فرهنگ، این تعریف شما از فرهنگ چی است مشنویم؟ واقعا دقیقا موضوع مهمی رو اشاره کردین. در گفتمان های کلامی میان علما و دانشمندان در طول تاریخ تا به امروزه از فرهنگ تعریف های متعدد و بیشمار ارائه شده. هر دانشمندی از هر نقطه نظر آمد نظریاتی داشت، حتی با فراتر از 20 تعریف را ما در زمینه وجود دارم. اما آنچه که بتونه تمام تعریف ها را جمع کنه و یک نظریه کامل درست شه، زمانی است که فرهنگ در کنار تمدن قرار میگیره. ما میگیم که تمدن مجموعی از داشته ها، فناوری ها و دستاوردهای انسان ها در امور زندگیشان است. و فرهنگ چیست؟ فرهنگ طریقه استفاده از تمدن و زندگی را به نام فرهنگ یاد میدارد. یعنی در واقع هرگاهی که انسان ها زندگی کردند، در زندگی خود در هر امر دارای یک سلسله روش هایی بودند که همین روش در واقع فرهنگ است. پس در این نقطه نظر ما فرهنگ را به معنای روش کاربرد و یا روش استفاده در امور زندگی میدانیم. حالا بعضی ها شامل عقیده ساختن، شامل خیلی دامنه های وسیع برش بخشیدن. خب با این نقطه نظر ما و زمانی که فرهنگ را به اصطلاح در کنار تمدن قرار دادیم و گفتیم که استفاده از یک تمدن را ما به نام فرهنگ نام میگذاریم، این نکته مشخص میشه که انسان ها همیشه در بستر تاریخ در جامعه‌ای که زندگی کردن دارای یک سلسله ارزش ها بودن، دارای یک سلسله تفکر بودن و یک نوع سبک های خاص زندگی در داشتن که در کل در برگیرنده و سازنده فرهنگشان میباشه. حالی فرهنگ از کجا به میان می از کجا نشأت پیدا میکنه، ما اینا رو چگونه میسازیم؟ یک گونه فرهنگ های ناخودآگاه است که در جامعه انسانی فرهنگ می حاکم میشه به صورت اینکه بدون اینکه سازماندهی شده باشه، بدون اینکه ایجاد شده باشه. مثلا و یک گونه فرهنگ دیگر است که سازماندهی میشه. بالفرض اگر ما نگاه کنیم جهان اینترنت و تکنولوژی، اینا مثلا یک تمدنی هستند که در زندگی انسان های تکنولوژی به میان آمد. طریقه استفاده از این برمیگرده به فرهنگ، از اینکه چگونه از این ما استفاده میکنیم. گونه هایی است که اینا گویا قد در بعضی جوامع پیشرفته پرورش داده میشه، تربیت میشه، فرزندان آموخته میشه برشان که شما چگونه از این استفاده داشته باشین. و در برخی جوامع میای پدیده ها داخل میشه و چون برنامه های تربیتی وجود نمیداشته باشه، آموزشی، یک به صورت ناخودآگاه افراد به صورت خودکار خودشان میای فرهنگ ها را ایجاد میکنن. روی این نقطه نظر در کل ما فرهنگ را طریقه های سبک و روش زندگی میتونیم تعریفش کنیم در زندگی. بسیار خوب استاد، در رابطه با فرهنگ سازی صحبت بکنین، چی بکنیم که باید فرهنگ ما را بسازیم؟ که پیشرفت های تکنولوژی بعضی اوقات سبب میشه که فرهنگ یک جامعه را تحت تاثیر قرار بده، اما آنچه که سبب میشه فرهنگ یک کشور جاویدان باشه اشاره کنه. دقیقا زمانی که در بحث سازگارهای در مورد فرهنگ میاییم، هر جامعه که از خود بس به اندازه سطح تکنولوژی در جامعه پیشرفت میکنه، صنعتش پیشرفت میکنه، میزان قدرت حتی نوعیت سیاست یک کشور زمانی پیشرفت میکنه، به اون اندازه باید فرهنگ و کشور هم بالاتر بره. چیگونه؟ ما میگیم که باید میان دانایی یک انسان و دارایی یک انسان تعادل وجود داشته باشه، میان قدرت یک انسان و دانایی یک انسان تعادل وجود داشته باشه. احمد دارای پول است، هر چقدر پولدار میشه به همون قدر باید طریقه درست مصرف کردن پول را هم بدانه. در صورتی که انسان دارایش از دانایش کرده بیشتر بود، خیلی پول زیادی داشت اما
ارزه یاد به صلاح به نوی توانایی را نداشت که بیره برنامه ریزی کند طریقی استفاده درست شه بدانه. در اینجا است که از این پول به صورت نادرست استفاده پیدا میشه. پس اینجا یک ضعف فرهنگی به میان میاد. همین گونه در خیلی موارد دیگر در ارزهای سیاست و حکومت داری ما میبینیم فرد است که حالا ظرفیت و توانایی پیشبرد یک کرسی دولتی را نداره، بنابر یک روابط میاد حاکمیت را به دست خود میگیره، ولی چون این تواناییش را نداره، ظرفیتش را نداره، درست توجه کار کرده نمیتونه. چرا که میزان قدرت بالاست اما میزان فرهنگ پایین است، میزان دارایی بالاست میزان فرهنگ پایین است. حتی خیلی اوقات در بعض جامعه سن ازدواج بر افراد مثلا مشخص میشه در این سن سال بالاتر ازدواج کردن. به خاطر چی؟ تا زمانی که یک انسان به اون اهلیت خود برسه، به اون سبک برسه، به اون توانایی، به اون فرهنگی برسه که بدانه که چگونه من خانواده رو مدیریت کنم. برای اساس در جامعه همیشه بنابر فقدان داشته های علمی، بنابر فقدان برنامه های آموزشی و فرهنگی، گراف دارایی بالا میره، قدرت بالا میره و اینا آسیب بر خود یک جامعه میشه. اینجا نیاز میره که فرهنگیان و دانشپرور در راستای بالا بردن سطح فرهنگ جامعه بیان برنامه ریزی داشته باشن و کار کنن تا که یک مقدار موازنه در زندگی هم گونه که ما یک انسان را مشابه دادیم تشبیه کردیم، همین گونه تطبیق میشه بالا یک جامعه انسانی هم که سطح عمومی جامعه فرهنگش بالا بره تا که یک موازنه و یک تعادل در جامعه به میان بیاد. بله طبعا استاد، همه ما مسئولیت داریم تا فرهنگ ما را همیشه جاودان بسازیم. استاد شما چون همراه بعضی از محصولا و بعضی از کسایی که همیشه تلاش میکنن درس میخوانن سر و کار دارین، واقعا چقدر وقتتان را اختصاص میتین به این که در رابطه با فرهنگ صحبت کنین، در رابطه با فرهنگ سازی صحبت کنین و محصولای عزیز ما چقدر علاقمند هستن در رابطه با همین موضوع صحبت کنن یا هم بشنون؟ واقعا جامعه امروزی را زمانی که ما نگاه میکنیم به طرفش میبینیم جای خرسندی است، جای خوشحالی است که در این اواخر به فرصت تقریبا یک امنیت نسبی میشه بگیم، یک آرامش نه چندان خوب، ولی بازم یک فرصتی را مهیا ساخت که قشری از ما بیان و به طرف تحصیل رو بیارن، به طرف ای بیان که فرصتی پیدا کنن که دقل رو علاوه بر ازی که به خود میاندیشن، به خود فکر میکنن، به ارتباط کشور خودم فکر کنن، به ارتباط فرهنگ کشور خود فکر کنن، به ارتباط ارزش های مذهبی دینی و عرفی کشور خودان حتی به اینا اندیشه داشته باشن. برای اساس در هر جایی که بحثا از فرهنگ صحبت میشه، خصوصا فرهنگ اصیل کشور خود افغانستان و فرهنگ های خوب دینی که ما داریم، جامعه امروزی ما علل خصوص نسل جوان، نسلی که تشنه به تحصیل و دانش هستن، اینا استقبال میکنن، علاقمندی نشان میتن از خود و اینا به نوعی همشان علاقمند هستن که مسئولیت پذیر شوند در این راستا. و ما چیزی که نیاز داریم خیلی در جامعه یک قشر جوان یک دایرکتور و یک رهنمای همراهشان باید هم آهنگ باشه که اینا را رهنمایی کنه، ابزارها را در دستشان قرار بده، اینا را به سلام مسیرشان را مشخص کنه که به خاطر ساختار فرهنگ جامعه ما باید از کدام مسیرها بریم، ما باید کدام راه ها را بپیماییم که تا که شکل نشه که زحمت بکشیم زحمت بیجا نشه. در اینجا قشر جوان ما خصوصا قشر تحصیل کرده همشان تمام افراد جامعه آماده هستن، چرا که ما در تاریخ کشور ما جنگ های زیادی را دیدیم، سختی های زیادی را دیدیم و به اساس تهاجم فرهنگی که در کشور ماست همه را به سطوح آورده. برای اساس همه کوشا به این هستن که بیان فرهنگ اصیل خود را زنده نگه داریم و در برابر تهاجم فرهنگی و موضوعات ایستادگی از خود نشان بدیم. بسیار تشکر استاد از اینکه تشریف آوردین، موضوع خیلی مهم را و موضوعات خیلی مهم را اشاره کردین. تشکر از شما و برنامه زیبایتان همچنان. سلامت باشین. فراموش نکنین راه مساعدت برای قهرمانان افغان امروز هم میتونین تماس بگیرین از دو سیم کارتی که مشخص شده و کلید یک را فشار بتین برای تایید 15 افغانی از حساب شما کم میشه، مستقیم میره به حساب خانواده های شهدای نیروهای امنیتی، کسانی که چشم انتظار شما هستن و همیشه حامیشان هستین امروز هم کمک کنین. 15 افغانی فقط از حساب شما کم میشه، امیدوار هستم امروز هم حامی نیروهای امنیتی تان باشین. وقفه میگیریم دوباره برمیگردیم، فراموشمان نکنید.